پارلمان بریتانیا قطعنامه 480 بقایع اخیر در اشرف محکومیت جنایت نظامیان مالکی فراخوان به آزادی سریع هفت گروگان پارلمان بریتانیا حمله اول سپتامبر به اشرف را که تیان 52 تن توسط نیروهای عراقی به قتل رسیدند بدون هیچ ملاحظه‌ای محکوم می‌کند. این پارلمان به عراق وظایف حقوق بشریش را متذکر می‌شود و خاطر نشان می‌کند کسانی که مورد حمله قرار گرفتند افراد حفاظت شده و مشمول کنوانسیون 4 ژنو بودند. پارلمان بریتانیا خواهان آزادی و سلامت افراد ربوده شده و خواهان انجام تحقیقات کامل و فوری در مورد این اعمال است. متن قطعنامه فوری پارلمان انگلستان با امضای 76 نماینده مجلس عوام. پارلمان بریتانیا بقای اسفبار و حمله مسلحانه در اول سپتامبر به اشرف را که طی آن 52 تن به دست نیروهای عراقی به قتل رسیدند و چند تن به گروگان گرفته شدند بدون هیچ ملاحظه‌ای محکوم می‌کند. گزارشان نشان می‌دهد این افراد بر اثر اصابت گلوله به قتل رسیدند و بیشتر آنها بر اثر شلیک به سر و قسمت‌های فوقانی بدن در حالی که دست‌هایشان بسته بوده کشته شدند. این پارلمان به دولت عراق وظایف حقوق بشریش را متذکر می‌شود و خاطر نشان می کند که کسانی که مورد حمله قرار گرفتند و کشته شدند افراد حفاظت شده مشمول کنوانسیون 4 ژنو بودند. پارلمان بریتانیا خواهان آزادی و سلامت افراد ربوده شده و خواهان انجام تحقیقات کامل و فوری در مورد این اعمال است. نمایندگان پارلمان انگلستان: پیتر آلدوس، دیوید ایمس، کوین بارون، جو بنتون، برایان بینلی، باب بلکمن، فیونا بروس، آلن کمپبل، رونی کمپبل، نیل کارمایکل، تام کلارک، مایکل کنارتی، روسی کوپر، جان کریر، گرایانت دیویس، جیم دوبین، فرانک دابسون، جفری دونالدسون، فرانک دوران، جیم داود، مارک دورکان، ویل استرسون، نیگل ایوانز، فرانک فیلد، جیم فیتزپاتریک، آندرو جورج، راجر گودسیف، پول گوگینز، پیتر هاین، مایک هنکوک، جان همینگ، استفان هببورن، جیم هود، کلوین هاپکینز، دیوید لامی، ایان لاوری، جان لیچ، ادوارد لیه، جولیان لوئیس، الفین لوید، اندرو لاو، آنگوس مکنیل، استیو مکیب، دکتر ویلیام مکرا، جان مکدانل، مایکل میشر، آلن میل، ایان میرنز، پاتریک مرسر، استفان متکالوف، جورج مودی، ایان پیزلی، تریسا پیرس، آندرو روسیندل، باب راسل، جیم شانون، ویندرا شرما، جیم شریدان، دیوید سیمسون، روبرت سیمز، مارتین دیکرز، جان والی، دیوید وارد، هایول ویلیامز، مارک ویلیامز،
راجر ویلیامز، کریس ویلیامسون، سامی ویلسون، دیوید هایز، آستین میشل، گریک نایت، نیگل دابز. دیدار جان مکدونالد، عضو برجسته پارلمان بریتانیا، از اعتصابی ها در لندن و اعلام همبستگی قانونگذاران بریتانیایی با مقاومت ایران. مترو چاپل لندن، پایداری اعتصابی ها در لندن در اعتراض به جنایت علیه اشرفی ها در عراق. جان مکدونالد، عضو برجسته مجلس عوام بریتانیا که از بانیان قطعنامه اشرف در پارلمان انگلستان است، از اعتصابی ها در لندن بازدید و با آنها گفتگو کرد. وی گفت: Many MPs now in Parliament and members of the House of Lords, we've been campaigning on the issue of human rights in Iran for a large number of years. And we've raised debates, placed motions before Parliament to recognise that we're dealing with a brutal dictatorship. And that in dealing with a brutal dictatorship, governments have to be firm in their response. We're particularly concerned about the attacks and also the taking of hostages. And that's why an early day motion was tabled in Parliament, early day motion 480. And let me just remind you what that said. 70 MPs have signed this motion already, and there will be many more in the coming weeks. So it demonstrates the strength of feeling that there is in the House of Commons. روزنامه مترو چاپ لندن در گزارشی از کارزار اعتصاب غذای حامیان مجاهدان اشرفی نوشت: اعتصابی‌های متحسن در مقابل سفارت آمریکا در لندن هشدار دادند که آماده‌اند در اعتراض به جنایت علیه ایرانی‌ها در عراق جان خود را بدهند و در حالی که بیش از 10 هفته از اعتصابشان می‌گذرد در شرایط وخیمی به سر می‌برند. این اعتراض در ماه سپتامبر و هنگامی آغاز شد که 52 ایرانی در کمپ اشرف متعلق به گروه اپوزیسیون مجاهدین خلق جان باختند و تعدادی به گروگان گرفته شدند. آنها خواستار بازگرداندن گروگان ها هستند. به گزارش مترو، یک سخنگوی سفارت آمریکا گفت: ایالات متحده این حمله وحشتناک را در شدیدترین بیان محکوم کرده و همچنان آن را محکوم می کند.